جدیداً وقتی یه سوال برامون پیش میاد یا یه چیزی ذهنمون رو درگیر میکنه، اولین کاری که میکنیم اینه که میریم تو گوگل در موردش سرچ میکنیم. ولی خب یه سری چیزا هم هستن که هیچ موقع نباید تو گوگل جستجو کنیم. برای اینکه بدونین که این موارد چیان، ادامه برنامه رو از دست ندین. علائم بیماری. سایت‌های زیادی هستن که در مورد علائم بیماری‌ها می‌نویسن. احتمالاً شما هم با این سایت‌ها برخورد داشتین که اکثرشون توسط افراد غیر حرفه‌ای مدیریت میشه. مطمئناً نگاه کردن به علائم بیماری‌ها تو اینترنت نه تنها حالتون رو خوب نمی‌کنه، بلکه ممکنه که حالتون هم بدتر کنه. پس اگه حس می‌کنین مشکلی دارین، به جای سرچ کردن تو اینترنت به پزشک مراجعه کنین. حیوانات خطرناک. اگر میخواییم فهرست چیزایی که ازشون میترسین رو بیشتر کنید، برین تو نت حیوانات خطرناک رو سرچ کنید. این کار باعث میشه شما ترس سفر تو طبیعت رو پیدا کنید و اینکه وقتی سفر میرین ذهنتون الکی درگیر میشه. اسم خودتون. شما وقتی اسم خودتون رو تو گوگل سرچ میکنید، احتمالش هست با یه سری نتیجه های ناخوشایند مثل اطلاعات قدیمی، اطلاعات بی ربط یا یه سری عکس‌های نامناسب از خودتون مواجه بشین که مطمئناً پاک کردن این اطلاعات کار آسونی نیست. پس بهتون پیشنهاد میکنم که اسم خودتون رو سرچ نکنید که ذهن خودتون رو درگیر نکنید. جستجوی مجرمانه. شاید شما عبارت چگونه بمب سازی فقط به خاطر کنجکاوی تو گوگل سرچ کنید، ولی خب حواستون باشه که همین ممکنه بعداً برای شما دردسر بشه، چون آدرس IP شما تو دیتابیس ها ذخیره میشه و بعداً ممکنه برای شما دردسر ایجاد کنه. سرطان. وقتی شما تو گوگل در مورد سرطان سرچ میکنید، به یه سری علائم کلی مثل حالت تهوع، سردرد، سرگیجه و یه سری چیزایی میرسین که تو بیماری های عادی هم مشاهده میشه. پس احتمال زیاد علائمی که خودتون دارید رو با علائم سرطان اشتباه میگیرید و این باعث ترس شما میشه. اینم از برنامه امروز. سعی کنیم این مواردی که گفتم رو تو گوگل سرچ نکنیم تا الکی ذهن خودمون رو درگیر نکنیم. اگر از برنامه امروز خوشتون اومد، فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو فشار بدین تا به محض اینکه پست میذارم از اون باخبر بشین.